عزیزانی که برنامه رستاخیز سیمون رو دنبال میکنن میدونن ما 2 سال پیش مجموع برنامه هایی گذاشتیم در مورد طرح معامله بزرگ قرن و بسیاری از مسائل و مراحلی که این معامله و معادله در حقیقت باید انجام بشه رو اومدیم خیلی جلوتر از اتفاقاتش و روزی که اتفاق بیفته اونا رو توضیح دادیم. متاسفانه الان باید یک خبر بسیار بسیار وحشتناک رو خدمت دوستان هموطنان عرض کنم، اونم اینه که در این مرحله از طرح معامله قرن مأموریت جدید جمهوری انگلستان آخوندی از طرف مافیا ایجاد اختشاش و جنگ داخلی و کشتار وحشتناک در کشور همسایه‌مون آریانا یا همون افغانستان که جمهوری اسلامی مأموریت جدیدش اینه که نیروهای تروریستیشو که عراق رو ویران کردن، سوریه رو ویران کردن، یمن رو ویران کردن، لبنان رو ویران کردن و جاهای مختلف رو ویران کردن و ایران رو در حقیقت نابود کردن، این نیروها همه جمع شدن و در لباسی به نام لباس طالبان وارد افغانستان شدن و دارن کشتارهایی رو انجام میدن. مأموریتشون اینه که در افغانستان بعد از کشتارهایی که اتفاق میفته و رقم خواهند زد، یک حکومتی شبیه جمهوری انگلستان آخوندی در ایران، یعنی یک ولایت فقیه، منتها این بار از نوع سنیش، در افغانستان به قول معروف روی کار بیاد برای پیشبرد ادامه سیاست‌های همون مافیای جهانی با کارفرمایی موریانه قرنی که 80 سال پیش به خاورمیانه تزریق شد و در حال بلعیدن خاورمیانه است. یه پیام دارم برای نیروهای افغانی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنن به هر دلیلی، ممکن حتی زیر این ویدیو بیان و فحاشی کنن. ببینید، شما هم تباران ما ملت ایران هستید، ما یک ملت بودیم، یک تاریخ داریم، یک تمدن داریم، یک فرهنگ داریم، یک فردوسی داریم، یک شاهنامه داریم، ما هممون یک ملت و یک خانواده آریایی بودیم و متاسفانه مافیای جهانی ما رو بخش بخش کرد و اختلافایی که بین ماها انداخت باعث بسیاری کشتارها و اتفاقا و حتی نفرت‌های زیادی شد. اما این حرکت آخر جمهوری انگلستان آخوندی که داره تحت عنوان طالبان، یعنی کاور پوستش طالبانه اما هستش نیروهای تروریستی جمهوری اسلامی متاسفانه قاصب در ایرانه که دارن این کار رو انجام میدن. ببینید، هم تباران ما ملت ایران هم 43 سال گروگان این مافیا و این مهره کثیف و تروریستی آخوندی در ایران هستیم، کشتار شدیم، سرکوب شدیم و بسیار بلاها به سرمون اومد، محیط زیستمون نابود شد، کشورمون نابود شد. اما کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه از چشم ملت ایران نبینید. ملت ایران هم زجر کشیدن، زجر دیدن و با شما همدل و هم صدا خواهند بود و هستن. بنابراین اون کسایی که از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، از افغانهایی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، بدونید هر حمایت شما یک فشنگ در خشاب جمهوری اسلامی برای کشتار خانواده شما و اقوام شما در کشور آریانا یا افغانستانه. ای کاش افغانهای عزیز در سراسر دنیا با ملت ایران همصدا میشدن، مقابل سفارتهای اشغال شده ایران میستادن و بر علیه سیاست‌های کثیف جمهوری اسلامی حتی در کشور خودشون اعتراض می‌کردن. متأسفانه این اتفاق بسیار بسیار وحشتناکی خواهد بود و کشتار بسیار فجیع پیش رو خواهد داشت. پیامم به نیروهای کثیف جمهوری انگلستان آخوندیه، کسایی که توی سپاه، توی ارتش، توی نیروی نظامی، توی نیروی انتظامی و بدنه جمهوری اسلامی مثل زالو چسبیدن به جمهوری اسلامی و خون ملت ایران رو می‌مکن، دست شما در تک تک خونهایی که ریخته شده، چون جمهوری اسلامی مأموریتش در این 4 سال، در این 43 سال ویران کردن عراق و سوریه و یمن و لبنان و افغانستان و ایران و کشورهای دیگه است و دست شماها تک تکتون به این خونها آلوده است و باید پاسخگو باشید. هر چه زودتر دست از حمایت از این جمهوری کثیف آخوندی بردارید و اجازه بدید مردمان اون منطقه تکلیف خودشون رو روشن کنن و بتونن یه نفس راحتی بکشن. در ایران اعتصابات شروع شده، اعتصابات مختلف، اصناف مختلف که امیدوارم بقیه ملت ایران به این اعتصابات بپیوندن، چون این اعتصابات باید به زودی تبدیل به اون قیامی بشه که ریشه جمهوری انگلستان آخوندی رو از بین ببره. اما چیزی که میخواستم بگم اینه که دوستان، مافیای جهانی متاسفانه سری قبل عراق رو در اختیار جمهوری اسلامی گذاشت، این بار افغانستان رو در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته برای جولانگاهش و میدونید که ویروس یا میکروب در لجنزار و در کشتار و در خون رشد و نمود پیدا میکنه. بنابراین بسیار بسیار مهمه که همتباران ما در آریانا یا افغانستان این زنگ خطر رو جدی بگیرن. مطمئن باشید جمهوری اسلامی یک همچین برنامه‌ای رو داره. میبینید الان در صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی هم داره در مورد طالبان
به قول معروف پروپاگاندا سازی میشه و اینا رو تطهیر میکنن و اصلا قوم برتر روی دنیا دارن نشون میدن. تمام این اتفاقات توی منطقه دوستان به خواسته مافیای جهانی و با کارفرمایی موریانه قرن یا همون اسرائیل با نه مردمش سیاستمدارانش داره اتفاق میفته. بنابراین امیدوارم هموطنانمون در داخل ایران به این احتسابات بپیوندن، هر چه زودتر ما بتونیم مانع از این کشتار بزرگ در افغانستان و بعد در ایران بشیم. احتسابات شروع شده، یک شعار و یک سخن بسیار بسیار مهم امروز اینه: احتساب، 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 و حرکت بعدیش قیام و اعتراض. لطفا این ویدیو رو دانلود کنید و روی برگاهاتون پخش کنید. بسیار بسیار مهمه که هم تباران ما در افغانستان از این اتفاق بزرگ با خبر بشن.